آقای خانم مدیرید حالتون چطوره؟ خوش اومدید قسمت جدید مورخ پارسی، مجموعه محبوب اسیخالیبن یا اسکندر دروغ بزرگ تاریخ. تا قاچه اسی رو نجریم آروم نمیگی گیریم. اگه هنوز از به این خانواده نشدی، مار مامان اسی شب بیاد زیر توشکت. پس واسه جلوگیری از این واقعی ترسناک بزن دکمه قرمزه سابسکرایب توسی بشه، لایک و کامنت هم جر بدی، خدا بدخواهاتو جر بده. کلا 10 ثانیه طول میکشه. کامنت این قسمت هم مثل بعضی از ویدیوهامون یه هدیه ناقابل داره، هر کامنت یه شانس. یه قسمت ثنکس هم یوتیوب اضافه کرده برای حمایت مالی کاملا اختیاری مخاطبین عزیزی که خارج از کشورن. ویدیو قبلی هم چند تا از بروچ خجالت زدمون کردن از راه دورماچ به کلشون. پر حرفی نمی کنم، بریم سراغ این قسمت. مقدار اندکی از عقبتر شروع میکنیم چون یکم به هم ربط داره، جایی که مثلا توی ایسوس داریوش سوم شکست خورده. خیلی جالبه که میگن تا اینجای کار اسی یه کار غیر ممکن کرده و تو دو تا نبرد بزرگ رود گرانیک و ایسوس داریوش سوم رو شکست داده. یعنی وقتی اومده داخل آسیای کوچیک یه بار اینجا و یه بارم اینجا پیروز شده و بعد این رفته فینیقیه و مصر. شما خودتو بذار جای یه آدمی که یه کار غیر ممکن کرده، حریف قدر دو بار شکست خورده، ارتش قابل قبول و منظمی دیگه نداره، دربارش دچار چند دستگی و سردرگمیه. اگه برنده میدون شده باشی خیلی سری میری کارو تموم کنی، مثل کاری که کوروش بزرگ موقع فتح سارد کرد تو نبرد تریا، که اکثرا فکر میکردن ایران از لیدی شکست میخوره. شهر جنگش هم تو کانال هست. کوروش و ایران طبق یه دلیل مشخص پیروز شده و بعد از فرار کروزوس کوروش با سرعت خودش رسونده به پایتخت لیدی یعنی سارد و کارو تموم کرده. آیا رفته واسه خودش دور کنه تو زمینای دیگه لیدی؟ نه، ولی آقا اسی میگن پیروز شده، ولی به جای اینکه بره داخل ایران و از اون خرطوخریه استفاده کنه رفته فینیقیه و مصر. خب چرا؟ شاید مثل یه سگ ارمنی شکست خورده بوده و فرار کرده به سمت مصر. موافقای اسی میگن رفت مصر ارتش اونجا رو به خودش اضافه کنه، در صورتی که قبلشو نمیبینن که گفتن ارتش مصر تو نبرد ایسوس همراه با داریوش سوم بود، چون مصر تحت تسلط هخامنشیان بوده. مگه نمیگید تو ایسوس ارتش ایران تارومار شد؟ مقدونی هم بتمن داشته، فقط چند تا تک نفر کشته داده. خب لشکر مصری که جزء ارتش ایران بوده و تارومار شده و مقدونی هم که کشته نداده، اسکندر تو مصر رفته دنبال هندل براوی و درباک ترویف، اینا همه تناقضه. این به کنار. تو این مسیر ساحل شرق مدیترانه که میره به سمت مصر، اول فینیقیه تو راه بوده. شهر سیدا بدون مقاومت تسلیم میشه و اسی میگیرش. خیلی خوب، میرسن به شهر سور. 7 ماه طول میکشه یه شهر سور رو محاصره کنن و بگیرن. 7 ماه، از خودم نمیگم، متنش هست. سر یه دونه شهر سور 7 ماه مونده بوده، که خودش دوباره تأکیدیه رو حرفای قبلیمون. یعنی این آقا اسی نابغه نظامی تمام قرون اینقدر کودن بوده که 7 ماه سر یه شهر خودشو معطل کرده و وقت داده به داریوش زنده فرار کرده تا بتونه دوباره ارتش جمع کنه؟ ها؟ جور در نمیاد دیگه. حالا ایشون وقتی سر یه شهر 7 ماه مونده چجوری الباقی ایرانو تا آسیای میانه 3-4 ساله گرفته؟ 7 ماه خودش از نصف سالم بیشتره. تازه موقعیت جغرافیایی یه شهر نزدیک دریا رو مقایسه کنید با مقاومت‌هایی که توی کوهستان میتونه شکل بگیره، که توی ایران هم چیزی که زیاد کوه. بعد جالبناکیش اینه، میگه چرا میگی اسی 3-4 ساله کل هخامنشیان رو گرفته و رسیده به آسیای میانه؟ 15 سال طول کشیده دکتر. اسی 334 333 قبل میلاد اومد تو آسیای کوچیک، که خیلی اتفاقی از همون داردانلی اومده که خشایارشا رفته بوده یونان. بعد 323 قبل میلاد مرده، یعنی یه بازه نهایت با ارفاق 11 سال. دفاع هم میخواید بکنید خندمون نندازید، مثل اینکه باورشون شده مثلا اسی نیمه خدا بوده، یه 4-5 سال هم روحش رشه میجنگیده. اصلا اینایی که میگن 11 تا 15 سال بوده رو من درک نمی کنم.
مدرک میخوای؟ نوشتن 330 قبل میلاد اسی شمال شرق ایران بالا سر جنازه داریوش سوم بوده. یعنی آقای نابغه نظامی تمام قرون که 7 ماه سر یه محاصره یه شهر سور مونده بوده تونسته 3 الی 4 سال 2 تا جنگ بزرگو ببره، این همه دژ و قلعه و شهرم بگیره، بره مصر استراحتم بکنه، دوباره ارتش مصری جمع کنه. ارتش مصری که به قول خودتون تو ایسوس نابود شده، پس باید یه تایمی میگذشته تا بتونن دوباره فراخوان بدن و هم مصری سری آدم جمع کنن. بعد بیاد گوگمل یه جنگ بزرگ دیگه هم ببره، بیاد بابل، بره شوش، از اونجا یه سد محکم به اسم زاگرس رد بشه، تخت جمشیدم که پایتخت یه امپراتوری بوده به قول خودشون خیلی ساده تر از شهر سور فتح کنه، از اونجا بره همدان، از اونجا بره شمال شرق و راه ورود به هند. خب این کلش شد مرزهای هخامنشیان دیگه که 3-4 ساله زدن تمامش کردن. انتظار داری دریوریایی که بقیه میگن چشم‌بسته تکرار کنم؟ نه عزیزم، شرمنده هم، من نظرمو فدای نظر اکثریت نمی‌کنم. بریم سراغ ادامه. اسی از مصر راه میفته و از همون مسیر فینیقیه، از همون شهر سور 11 روزه میرسه به لب فرات. نوشادر زده بودن در قاچش که با این سرعت راه میرفتن. از سور تا بیروت، بعد تا دمشق، از اونجا به دیروزور که لب فرات، کوتاه‌ترین مسیر 650 کیلومتر. یعنی با یه ارتش و با اون وسایلی که باید حمل میکردن روزی 60 کیلومتر راه رفتن، اونم تابستون اون منطقه، چون اینجا دارن راهی جنگ گوگمل میشن و اون نبرد اوایل پاییز بوده، پس تو مسیر هنوز تو گرمای آخر تابستونن. تو مسیری که یا بغل مدیترانه یا بغل دوتا رود پرآب دجله و فرات، تو اون گرما، تو اون شرجی، مسیر 650 کیلومتر رو هیچ جوره نمیشه 11 روزه بیای. سرعت رد کردنهایی که نوشتم واسه شون اینجوریه که 3 سال رسیده شمال شرق ایران. بعد رو فرات پل میزنن، به جای اینکه خسته تر شده باشن مثل اینکه قوی تر شدن، و از بغل فرات تا بغل دجله سمت نینوا که میشه موصل 320 کیلومتر فاصله داره، اونو 4 روزه رفتن، یعنی روزی 80 کیلومتر. من الان چی بگم؟ شما بگید. بعد میرسن به نورد گوگمل. در مورد تناقضایی هم که واسه محل نورد گوگمل نوشتن اسی نویسا قبلا گفتم، حالا اونو دیگه تکرار نمی‌کنم. میگن اینجا ایران 240 هزار تا 2 میلیون سرباز داشته که خود اون 240 هزار تا هم خیلیه. داریوش سوم تون اوضاع در همه کشور و دربار بعیده که تونسته باشه همچین ارتشی جمع کرده باشه. طی این نبرد ایران 40 هزار تا 300 هزار تا کشته میده. کشته های ارتش مقدونیه 300 تا تک نفر تا 1100 تا. الهی که چقدر شما قوی بودید ای نمیرها، ای پیلتنها، ای قدرتمندا. اینا به کنار، بیاید یه بحث فلسفی، منطقی، اداری، مهندسی، فنی گسسته واسهتون وا کنم. آقا اسی وقتی از مصر خارج شده هدفش فتح بابل بوده. بعد از جنگ گوگمل هم میبینیم که از اربیل 470 کیلومتر اومده جنوب و رسیده به بابل. یعنی از سور بخوایم حساب کنیم در مجموع یه 650 کیلومتر تا دیروزور لب فرات داشته، یه 320 تا نینوا داشته لب دجله، از موصل تا اربیل اشانتیون سگ خورد، یه 470 تا هم از اربیل تا بابل داشته. در مجموع شده 1440 کیلومتر که آقا اسی و ارتش قویشون راه فرمودن. خب سوال، ایشون که هدفش بابل بوده چرا راه کوتاه‌تری رو انتخاب نکرده؟ یعنی از همون سور میرفته دمشق، از اونجا به بابل که میشه 980 کیلومتر که 460 کیلومتر کوتاه‌تره. چرا این مسیر رو نرفته؟ میدونسته را؟ چون میدونسته ارتش ایران توی بابل اردو زده و همه اونجا جمع شدن. به جای اینکه از غرب بره سمت بابل، خودشو کشونده اربیل، یعنی شمال بابل، که ارتش ایران از جنوب بیاد سمتش که چی بشه؟ که این بشه اربیلی که پایین منطقه کوهستانی کردستانه. وقتی دو تا ارتش روبروی هم بیفتن، اسی اگه میباخته میتونسته فرار کنه بره الا کوها، تا اونجا اگه تعقیبشون کردن بتونن دفاع کنه. کسی که تو دو تا نبرد کار غیر ممکن کرده به قول خودشون انقدر ترسو، موقع نبرد ایسوس هم گفتم احتمالاً باخته و فرار کرده مصر، دوباره ریکاوری کرده و اومده گوگمل، و چون احتمال میداده دوباره ببازه واسه خودش یه راه فرار در نظر گرفته تا دشتای میان رودان قتلگاهشون نشه. ولی حالا
خلاف نتیجه‌ای که شمشیر رقم زده و لطف قلم اسی برنده شده. باش با دقت تر گوش کنید، می‌خوایم تا یه پروسه پی ببریم به توش کنون اسی نویسا. نبرد گوگمل تو سپتامبر 331 قبل میلاد انجام شده. همین الان کامنت کن. خب بعد نبردها اکثرا این مدلی بوده، میومدن دو تا ارتش اردو میزدن روبرو هم، یه مدت از دور بیلاخ نشون میدادن، یکم فوش ناموسی میدادن، چند جا درگیری سوسکی میکنن و تا نبرد اصلی اتفاق میفت که خود اونم ممکن بوده چند روز چند هفته طول بکشه. بعد نبردم یه پروسه جمع کردن جنازه و مداوای زخمی ها و سیر کردن گشنه ها و رفع خستگی داریم. سپتامبری که شروع پاییزه، همه این اتفاقا هم بخواد بیفته و رد بشه خودش یه زمانی لازم داره، یعنی میره به سمت زمستون. اونورم که گفتیم اسی از ترس قاچش رفته پشت به کوه جا گرفته دیگه، سرمای زمستون کوهستانم توضیح لازم نداره. هوا هم که سرد بشه علف و یونجه واسه چریدن اسب و الاغ دیگه کم میشه، تهیه غذا واسه خود سربازا هم سخت‌تره. پس 100% باید تا موقعی که هوا گرم شه و یونجه و شب در رو زمین در بیاد صبر میکردن. اصلا ذهن خودتون رو سمت این توجیهای مسخره که میگن نبرید. یه حرف بیمنطق رو میکنن توجیه مغزشون که آره نمیدونم خب علوفه ذخیره داشتن پس تو زمستونم راه میرفت. اگه قرار بود غذا ذخیره کنن و با خودشون ببرن، خود جابجا کردن یونجه‌های حیوونا، غذای آدما هم نه، فقط جابجا کردن غذای حیوونا خودش دوباره چارپا میخواد. کدوم خری نونخور اضافه میکنه واسه هم کردن چیزی که مشکلش کمبود همونه؟ فرض بگیرید 10,000 تا اسب سوار نظام هم باشه، الاغ و گوسفند و بزم پیشکش، همون 10,000 تا اسب روزی 1 کیلو علف هم بخواد بخوره، بیشترم نه، میشه روزی 10 تن. په هیچ جوره اصلا به این که از ذخیره استفاده میکردن و این صحبت ها اصلا فکر نکنی. پس تقریبا هلهوش ماه اپریل که یکم دریوری رو زمین رویده، اینا میتونستن راه بیفتن به سمت بابل. میانگین بگیریم روزی 10 کیلومتر راه رفتن. این 10 کیلومتر رو از خودم پشمی گرفتم، نه، مسیر محل نبرد ایسوس تا مصرشو حساب کنی، یعنی زمانی که راهی نبرد نبودن، تقریبا روزی 10 کیلومتر رفتن. اینجا هم به سمت نبردی نمیرن. مسیر 470 کیلومتری اربیل تا بابل و 47 روزه رفتن و رسیدن بابل. 34 روز بابل موندن خودشون میگن و از اونجا راه افتادن به سمت شوش. یعنی تو منطقی ترین حالت اسی و سپاهش جولای 330 قبل میلاد تازه میخواستن از بابل راه بیفتن به سمت شوش، ولی به لطف تیم نویسنده برادران توشکن مورخ یونانی جولای 330 قبل میلاد، اسکندر تو دامغان بالا سر بدن داریوش سوم بوده. یعنی تو همین بازه زمانی که فقط میتونستن تو مسیر باشن، یه مدت هم حالا تو بابل استراحت کردن، مورخای یونانی شوش پایتخت با عظمت ایلامی و هخامنشی رو واسه اسی گشودن. از زاگرس که یکی از محکمترین سدهای دفاعی ایران بوده ردش کردن، تخت جمشید هم واسش فتحوندن، اونجا جشن و استراحت هم داشتن، آتیش هم زده مثلا ارواح همش، بعد از شرق زاگرس تا همدان هم اومده، اونم بدون اسبردن از اسپهبانی که تو مسیرش بوده، ولی چون شناختی از ایران نداشتن و همینجوری بلغور میکردن اسمی از اصفهان نیوردن. از اونجا هم بردن شمال شرق ایران بالا سر جسد داریوش سوم. حالا بهتر متوجه میشید که چجوری توش کردن و همینجوری رو هوا کل ایران رو 4 ساله کشوندن زیر پای اسی. تو ادامه اسی با آریوبرزه مواجه میشه که جوونیام یه اشاره سوسکی بهش داشتم، ولی این سری میخوایم تو تئوری اول تخصصی تر داستان آریوبرزه رو بررسی کنیم که به امید خدا بمونه واسه قسمت بعدی مجموعه. امیدوارم از این قسمت استفاده کرده باشید. اگه دوستش داشتید با لایک و کامنت و فرستادن واسه برو بچه از کانال حمایت کنید. مرسی که صدای بنده رو تحمل کردید. دیگه ارزی نیست. بدرود.